حالم بسیار بد بود. 2000 نفر برای دیدن ملکه ایران آمده بودند، اما نزدیک بود به خاطر همین لباس عروس 20 کیلویی میان آن همه مردم نقش بر زمین شوم، چرا که من مدت ها مریض بودم و خون بالا می آوردم. نگاهی به پرنسس اشرف می کنم و با خود می گویم نکنه حق با مردم باشد و او مرا مسموم کرده باشد. در این ویدیو درباره مریضی سریا سندیاری در دوران نامزدیش و شب عروسی آنها به زبان خود ملکه سریا خواهم گفت. پس ممنون میشم تا آخر ویدیو همراه من باشید و با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید. 3 هفته از ورودم به تهران میگذشت و از خستگی به بستر بیماری افتادم، آن هم در یک ماه مانده به عروسی من. آن روز یعنی 4 آبان برایم فراموش نشدنی است. پس از بازگشت از یک گردش با اسب، در حالی که بدنم از شدت تب میلرزید، به خانه رسیدم و مادرم سراسیمه مرا در تخت خوابان. دیگر چیزی نفهمیدم. آنچه که در خاطرم مانده سرمایی است که ناگهان در من رسوخ کرد. مادرم را که در کنارم نشسته است از ورای یک پرده مه تشخیص میدم. 4 شبانه روز است که او در کنارم مانده و مواظب من است. پزشکان مرتب میآیند و میدوند، اما در نهایت پزشک مخصوص شاه دکتر کریم پس از معاینه لازم بیماریم را سالمونولوز نوعی حسبه ها تشخیص میدهد. محمد رضا هر صبح و هر بعد از ظهر به دیدارم میآید. برای اینکه خستم نسازد زمان ملاقاتش بسیار کم است. هر روز او هدیه روی میز کوچک بالین من میگذارد تا مرا خوشحال کند. او سعی دارد مواظب، مهربان و با توجه جلوه کند. شنیدم که از هنگام بروز بیماریم از امامان مساجد و روحانیان ایران خواسته که در مجالس دینی برای من دعا کند. یک صبح دیدار در حالی که چشمانش را میبندد برایم میگوید که او هم در سن 7 سالگی بر اثر ابتلا به حسبه نزدیک به مرگ شده بود. در آن هنگام آنتی بیوتیک وجود نداشت و داروها و درمانهای معمولی به کار گرفته میشدند. سپس محمد رضا صندلیش را به بالین من نزدیکتر میسازد و دستم را میگیرد و با نگاهی سرشار از محبت ادامه میدهد: خداوند نگهدار من است و میدانم نگهدار شما هم خواهد بود. اعتقادش در عین اینکه متعجبم میسازد مرا مجذوب میکند. نخستین بار است که او تمام ژرفای روح ایرانیش را به من نشان میدهد. دیدار به فردا سریا، خوب استراحت کنید. و شاد در حالی که با نوک پنجه کفش دور میشود اتاق را ترک میکند. در آن سوی شیشه مات سایه او و دکتر کریم را میبینم و گفتگوی آرامشان را میشنوم. فکر میکنید بتواند روی پایش بایستد؟ روز عروسی ما نزدیک است. من 6 روز است که چیزی نخوردم و تب همانطور مثل دندانه های اره آزارم میدهد و احساس کوفتگی در تمام بدنم میکنم. ما در 23 بهمن هستیم، روزی که تا آن حد انتظارش را داشتم. دکتر عیادی 1 لیوان آب و 2 قرص به من میدهد و نیز 1 شیشه کوچک نمک و 1 قوطی کورامین هم در جیب من میگذارد. زیر دامنم پاهایم را میبینم که جوراب‌های پشمی سفید آنها را پوشانده. خندم میگیرد. این هم 1 پیشبینی احتیاطی دکتر عیادی است و کمتر از 3 ساعت دیگر همسر محمدرضا خواهم بود. در حالی که ندیم‌ها به آرایش مو و چهره و اندام من میپردازند، زنگ تلفن پشت هم صدا میکند. از کاخ است. چه کسی برای همراهی کردنم تا محل مراسم انتخاب شده است که ناگهان پرنسس شمس فریاد میکشد: پس من چه کاره ام؟ فکر میکنم که این افتخار مال من است که خواهر بزرگتر محمدرضا هستم. همه تسلیم حرف او میشوند و خیلی زود شمس همراه یکی از عموهای من در یک اتومبیل بزرگ سواری سر میرسد و بدون جلب توجه مردم در برابر ویلا توقف میکند. در برابر ستونهای کاخ مرمر 4 دختر کوچک در سرمای سخت منتظر منند. هنگام پیاده شدن سعی دارم کسی جورابهای پشمیم را نبیند. دختر کوچولوها برای کمک جلو میآیند، اما دنباله پیراهن من برایشان خیلی سنگین است. به سرعت 2 ندیمه فراخوانده میشوند تا به کمکم بیایند و تا تالار آینه من را همراهی کنند. تالار با گلهای ارکیده تزیین شده، بوی خوش آنها گیجم میکند. خدا کند مراسم باشکوه بیشترم نکند. در دستوی پلکان حصاری از صف سربازان گارد شهید در حال خبردار دیده میشوند و من از پله ها بالا میروم. محمدرضا پیش میآید، دستم را میگیرد و به سوی کاناپه میبرد. در همین لحظه ملکه مادر خود را پشت سر ما میرساند و بالای سر ما قند میسابد و میگوید: وسطتان شیرین باد. با کمک پرنسس شمس و پرنسس اشرف به سوی پلکانی که مرا به سالونی که آنجا باید مراسم دینی عقد برگزار شود برده میشوم. پای آینه‌ای که پای پردیس من است مینشینم و در برابرش محمدرضا و من یکدیگر را باید بپذیریم و روبروی ما امام جمعه ایستاده است. زمانی که کودکی بیش نبودم، روزهای پی در پی مستخدمها به من میگفتند هر دختر نجیب ایرانی باید به هنگام مناسب
به مردی که خواستار اوست پاسخ داد، اما باید لحظه هایی بگذره و بعد پاسخ داد، چون که روحانیون چندین بار سوالش را تکرار می کند. تأمل کن مبادا فوری جواب بدهی. مردی که تو را می خواهد باید صبر کند، تردید نشان بده. ارزش یک زن تأمل در تمایل است. بله، بدون تأمل اما با تمایل گفتم بله. یک شان نمی تواند صبر کند، چرا که بستگی به سعادتش دارد. برای تامین خوشبختی خودم هم شده بود نمی توانستم برای بله گفتن صبر کنم. اما ناگهان نفسم تنگ می شود، وحشت من را می گیرد. راستی اگر در برابر این اشخاص از توش بروم چه خواهد شد؟ شاک متوجه به همخوردگی حال من می شود، مرا به اتاقی که در جوار است می برد و دکتر عیادی هم آنجا به ما می پیوندد و می گوید اعلی حضرت، ضعف ایشان زیاد است و تعجب می کنم تا این مدت هم توانستند طاقتشان را حفظ کنند. در این لحظه محمد رضا راه چاره را می یابد. شاید بشود دنباله پیراهنش را برید. یک ندیمه روی من خم می شود و کمی از دنباله پیراهنم را می چیند و بعد صدای جر دادن پارچه شنیده می شود. از دهنت خشش لباس و چند دامن نجات می یابم. خودم را سبک احساس می کنم. شاید همسخنان در گوشی شوهرم به من این احساس ناگهانی سبک شدن را می بخشد. شوهرم، برای نخستین بار احساس می کنم شوهر دارم و از اینکه متعلق به مردی شده ام خوشبختم. ساعت 2 صبح است. به خانه من می رویم. در طول راهی که ما باید تا کاخ اختصاصی طی کنیم مردم هورا می کشند. محمدرضا دستم را می فشارد و به گوشم زمزمه می کند شما امروز ملکه یک ملت 20 میلیونی هستید. کاخ اختصاصی. اتاق شاه کمی دورتر از آپارتمان من است. بسیار خستم اما می خواهم امشب در کنار شوهرم به خواب روم. در اتاقم را می کوبند. ندیمه است. با ناراحتی یک پیراهن خواب یقه بلند با آستین‌های بلند را به من می دهد. فکر کنم آن ندیمه بیچاره هم فهمیده که حال من بد است. اما با این وجود شاه اصرار دارد که با هم رابطه داشته باشیم. ولی آیا واقعا شب زفاف بیان کردنی است؟